تلویزیون هند گزارش داد که دولت اتار پرادش اجازه برگزاری مراسم مذهبی در ایام محرم را به شیعیان این منطقه نمی دهد. به گفته فعالان شیعه در اتار پرادش، پلیس ایالت دستورالعمل های بسیار سخت را به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منتشر کرده که عملا برگزاری مراسم عزاداری را غیر ممکن می کند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. روحانیون شیعه در کشور هند اعلام کردند که پلیس اوتار پرادش با صدور دستورالعمل های سخت گیرانه برای ماه محرم از زبان توهینآمیز استفاده کرده و به طور غیر مستقیم مانع برگزاری مراسم می شود این روحانیون شیعه با ارسال نامهای در اعتراض به دستورالعمل های صادر شده از سوی پلیس در ماه محرم که اتهام زنی به جامعه شیعیان در آن مشهود است از دولت خواستند که فورا دستور ها را پس بگیرد مولانا نوری از روحانیون شیعه در ایالت اوتار پرادش گفت این دستور العمل ها غیر قابل قبولند زیرا شیعیان را در شرایط ضعیفی نشان می دهد وی افزود ما از کمیته های محرم خواسته ایم که جلسات تشکیل شده توسط پلیس و دولت را تحریم کنند حکومت هند سیاست های فرق گرایانه خود در برخورد با مسلمانان را افزایش داده تا آنجا که اتحادیه اروپا نیز به آن اعتراض کرده است شانزده نماینده پارلمان اروپا هفته گذشته نامه ای به رئیس کمیسیون اروپا در مورد حوادث کشمیر تحت اشغال هند نوشتند و از او خواستند تا قصد نامه های سازمان ملل را اجرا کند در این نامه آمده است که اتحادیه اروپا باید از تمام احرام و ابزار خود برای تحت فشار قرار دادن هند به منظور احترام به حقوق مسلمانان در کشمیر و تضمین تعهد جامعه بین الملل به ایجاد فضایی مناسب برای اجرای قطعنامه های سازمان ملل استفاده کند این در حالی است که 626 نفر از 751 نماینده پارلمان اروپا در اوایل سال جاری قطعنامه ای را ضد تبعیض علیه مسلمانان در قانون شهروندی در هند ارائه کردند